ببینید ببینید که خودتون اول عوض کنید، چنج باید از خودتون باشه، درست؟ بله. اول از خودتون باید چنج باشه، تغییر باید از خودتون بشه. به تو آینه نگاه کنید، اشکالاتتون رو برطرف کنید، بعد برید انقلاب کنیم، بریم دنبال تغییرات. خیلی خب، این یه کار ابتکاری بود که شادسی و پرستو و برد با هم دیگه انجام دادن، همکاری کردن به هر حال و یک کار ابتکاری بودش. آهنگ مایکل جکسون که با نسل من و ایشون و ما بزرگ شدیم باش و به ما یک پیام داده، پیامم انقلابیه. توجه میش وقت نکردیم که آقا مایکل جکسون هم میتونه آهنگ انقلابی بخونه. میگه آقا بخواهی تغییر بدی، اول برو تو آینه ببین اشکالات خودت چیه، خودت تغییر بده، بعد برو دنبال تغییر بدی. خلاص، این از آهنگ خوبی که دیدیم. ما وقت زیادی نداریم، بنابراین من سریع اینجا دیگه بخوام برم روی ویدیوی بعدی. ویدیوی بعدی چیه؟ ویدیوی بعدی تظاهرات سن هوزه در سانتانا رو. دو تا تظاهرات بود، یکیش 21م یکیش 26م، که 26م جمعه شب. من همیشه میگم تظاهرات رو همون جمعه شب بگیرید، خیلی بهتره. همه از سر کارشون تعطیل شدن، فرداشتن و برن و عده خیلی زیادی اومدن، یعنی 1000 نفر شاید یا بیشتر اومده بودن و خیلی احساساتی بود، برای اینکه تمام مردم امریکایی چشمشون به ما بود و با ما همدردی میکردن. یه قسمتیش فقط ما بدون هیچ شعار ساکت فقط باشم برای ندا رفتیم توی سانتانا رو که همه نشسته بودن، غذا داشتن میخوردن. تمام سانتانا رو که شما شنیدین که چقدر صداش بلندش روه، ساکت شد. یعنی محله لوکس شیک تفریحی برای مردمه. دختر خانم، پسر خانم، آقا پسرای ایرونی، مرد و زنا، پیر جوان رفتن توی این محله خیلی تفریحی و تازه ساز و مدرن سن هوزه. جایی نیست که تظاهرات بکنن، معمولا اونجا میرن دیسکو و کلاب و رستوران تا دلتون بخواد. کوچه فرشته ایران. کوچه مهران. کوچه مهران. کوچه فرشته چی بود؟ فرشته هم بود، توی شمرون میرفت. آره. همش رستوران اینا بود. رستوران و اینطور چیزا بود. من یه جور منطقه شیک تازه ساز اینجور چیز هست. میگن که در اونجا شلوغ، موزیک بالا فلان. آره، میفرمایید که اونجا همه مونده بودن. سکوت گرفت همه رو. سکوت کامل. خیلی خوب. الان ما کدومش رو نگاه میکنی؟ من فکر کنم اونو داریم میبینی. خیلی خب، پس نه ببخشی، مثل که اولی مال هر کدوم کدوم آماده داریم. یه درشو بذارید بگاه کنیم. یه درشو بذاریم بعد. بله، در حال تظاهرات هست. بله. نه همون تظاهرات بگیم. یار دبستانی رو بعد. بعدا تظاهرات نگاه میکنیم در سن هوزه که میگه سانتانا رو ما دیگه اسم محلم یادم رفته. سانتانا رو اونجا تظاهرات، راهپیمایی و محله خیلی به اصطلاح پر سر صدا و خیلی با تفریحی، همه سکوت کردن وقتی که این تظاهرات زیبا رو دیدن که بچهای ما سکوت کرده بودن ایرانیا و با شمع راه می‌رفتن. نگاه می‌کنیم به سانتانا رو در سن هوزه. بله، دومی. نگاه کنیم در این تظاهرات جالب و دیدنی روز جمعه گذشته، درسته؟ جمعه 26 same age as I was, you know, 27, educated. To see the picture of her standing in the street, you know, and to see those images of blood coming out of her eyes and her mouth, I think really kind of put a face onto this protest that is separate from what typical images of Iran are, you know, for a lot of Western and American viewers. Typically we see Ahmadinejad, but we see a beautiful young woman like this die in the streets protesting for a vote. I think it really brings out passion, brings out compassion for the ones in Iran. Seems like
that given all the violence and repression that the state has been putting on protesters in the street, it's become really unsafe for them to go out. I think from what I've heard on different accounts, news accounts and radio accounts, and the limited information that we are getting in, it seems that the organization is shifting to new methods that aren't as risky to the lives of the protesters in Iran. I think over the past 30 years, the people have really stood together to fight. We've had uprisings before, as we've seen in 2003 and in 99 internally with students. So it seems to me that they have been thinking about this and planning for this for a while. Said earlier, it's really difficult for us to get information on what's happening internally, but we have to put faith into the movements that are happening there and wait and see. The only time will tell right now. We want actually to UN to know so we can support from getting some support from UN. UN needs to do something for action. People are getting killed in Iran every day. Like yesterday, I just talked to my friend from Iran. 17 people got killed yesterday. The other day, like 20 people. What's really important right now is that the international community stand in solidarity with the people in Iran. That even though we're getting limited information and it's difficult to tell, the limited pictures we are getting show massive repressions, massive human rights abuses. And it's not okay for us to stand by and be silent. This is why we have vigils like this. We will continue this fight until we see some changes happen in Iran. نگاه کردیم فیلم قشنگی که از تظاهرات سن حوزه فیلم برداشت شوهر شما بود. بله. همسر شما آقای براد ویلیامز. و در واقع چه فیلم برداری قشنگی کرده بودن و نشون میده حرفه‌ای ها شوهرتون. مرسی. معلومه همسرتون تو ایشون تو ام بی سی کار میکرد؟ شوهر من 8 سال NBC کار میکردن، یعنی منم اونجا کار میکردم، من از اینترنشیپ شروع کردم و دوتاییمون آشنا شدیم با هم وقتی که اومدیم زلزله بم رو کاور کنیم. آها آها. یعنی آشنا بودیم ولی خب آشناتر شدیم آشنا. چون که اون موقع براد خیلی خوشش اومد از ایرانی. این کانال آپادانا خیلی کنجکاو شد، از ایرانی ها خوشش اومد. از شوخی میکنی؟ یعنی باعثش این که شما شوهر پیدا کردی تو این بازار سخت همسریابی تلویزیون آپادانا بود؟ نه شاید جیبیلی؟ نه یعنی ما بیشتر کالچر ما رو بیشتر خواست بدونه. آها. و تو اومد تلویزیون آپادانا بیشتر خوشش اومد؟ بیشتر خوشش اومد و شوهر من خیلی دوست داره مخصوصا به تلویزیون هایی خوبه. که برای دموکراسی، برای یک کازی دارن می جنگن و بودجه جیبش از جیبشون دارن پول میذارن، این خیلی اصلا براد یا امریکایی که توی میدیا هستن این براشون خیلی مهمه. بس ببینید یه تماشاگر از توجه داشته باشید، شادزی چون از دور ما رو میشناسه، نه اینکه مثلا دوستی خانوادگی رفت آمد، نه بیننده تلویزیون ما بوده، پدر مادرش میدیدن، خودش اینجا کاکا داره میدیده، فهمیده که ما چجوری زندگی میکنیم، تلویزیون چجوری میچرخه. این داستانه برای شوهرش، اون موقع دوستشون بوده، همکارشون در ام بی سی بوده، تعریف کرده خیلی خوششون اومده که تلویزیون آپادانا با این بودجه و این شرایط با پول شخصی مثلا بنده و خانمم داره میچرخه میگرده، خیلی در واقع از این مسئله خوشنود شده بودن. درست میگم؟ درسته. و بیشتر کشش پیدا کردن به کارچر ما. حالا ما بعد نشون میدیم عکسشون رو. بعد من درستشون کنم. توی خب ما توی NBC که بودیم یا من بودم، دنیای چی میگن؟ یعنی پر از اکویپمنت های گرون. درسته. دوربین های گرون. هر کسی برای یک کار، یکی مثلا اونجا شغلش آب بیاره، یکی شغلش که نمیدونم برای گوینده نمیدونم میکاپشو بزنه. درسته.
گریمش رو چیز کنه. خب وقتی که من